با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه 24 مارس 2017 و به حال این تلیه بهار رو، عید نوروز رو به همه شما خوبان نازنینان یک بار دیگه شاد باش میگم، براتون آرزوی بهترین دارم. اجازه بدید که تشکر کنیم و سال نو مبارکی بگیم با آقای آلبرت، این نازنین همیار ما که در طی این سالها مهر کرده و این فرجه رو در اختیار من و شما قرار داده تا از دانش و تجربهش استفاده کنیم. و خوشحالم که یک بار دیگه میتونیم در خدمت این نازنین باشیم. اجازه بدید که با طرح این پرسش بریم پیش آقای آلبرت. و امروز هم قراره در کنگره رأی گیری بکنن راجع به این وضعیت لایحه بهداشت عمومی یا بیمه درمانی عمومی، طرحی رو که اوباما به عنوان اوباما کر ازش نام می بردن. و من یادمه که در دوردست وقتی با آقای آلبرت صحبت میکردیم راجع این موضوع حرف زد که بالاخره نمیشه توی مملکتی که بزرگترین اقتصاد جهان رو داره، کشور بزرگی است، کشور اوله، ولی مردم درش بیمه نداشته باشن. خب میدونی که این رو از سالهای زود 1960 اون دوره ها کندی تغییر آورد و که بالاخره با مرگش داستان از بین رفت. در طی این دوران کوشش‌هایی شد تا اینکه دوره اوباما بالاخره به عنوان یه لایحه قانونی درآمد و این آقای رئیس جمهور جدید هم تصمیم گرفت که همه مظاهر اوباما رو از بین ببره و اسم اینکه اوباما کر هست رو دوست نداشت و گفت اینم از بین می‌بریم. و دیروز بالاخره قرار بود که لایحه تصویب بشه، نشد. آدما موافق نبودن. دیشب تا آخر شب هم حرف زدن. قرار شده حالا امروز برن دوباره رأی گیری کنن که احتمالش بسیار ضعیف است بر اساس آماری که دیشب آخر شب تو ساعت 12 شب من دنبال کردم، آمارش نشون میدادش که احتمال ضعیفی داره. و اینم اولتیماتوم داده، اولتیماتوم بی خودی داده که اگر نکنید اون وقت من میدونید چی دیگه، اون وقت اونطوری میرم همون اوباماکر رو بعد اجرا کنید بکنید. این چیزیست که به زهر مردم، میلیون ها آدم، میگن حدود 25 میلیون نفر از این بیمه محروم میشن. اینو اجازه بده که این رو بذاریم کنار، ولی از این فرصت استفاده کنیم، اتفاقاتی که تو منطقه داره میفته رو با آقای آلبرت دنبال کنیم. مهمترین موضوع این استش که اسرائیلی ها اصرار دارن که در سوریه دست و پای ایران باید کوتاه باشه و به هر طریقی داره اعلام مخالفت میکنه، میگه من حاضر نیستم که در سوریه بعد از این بحران ایران اونجا حضور داشته باشه و این رو مستقیم به روسا هم گفتن. اخیرا هم یه مطلبی پیرون اومده پیرامون این که این بدرالدین رو که یک فرمانده ارشد نظامی حزب الله بوده و مورد تایید ایران بوده هم ظاهرن گفتن که این رو اسرائیلی‌ها اعلام کردن که این رو خود ایرانی‌ها زدن و سپاه قدس عامل قتل اینه، به لحاظ اینکه این مخالفت می‌کرده با اینکه نیروهای حزب الله در سوریه اینگونه علیه مردم سوریه باشن. و اگه به تاریخ گذشتهش نگاه کنیم، سوری‌ها به لبنانی‌ها خدمت کردند در دورانی که منطقه جنوب لبنان درگیر بود با اسرائیل و اینها، این نیروهای سوری بودند که اونجا کمک کردند و اتفاقاتی افتاد که بالاخره نیروهای اونم از اونجا بیرون اومدن. فرمانده اون نیروها که رئیس اداره امنیت سوری هم بود با شلیک دو گلوله در مغز خودش خودکشی کرد. با شلیک دو گلوله تو مغز خودش.
نخستین پرسش هم از آقای البرت مربوط می شود به این ماجرای بدرالدین و اینکه این چیست، چرا این داستان رو امروز اسرائیلیا مطرح کرده. آقای البرت، من به شما درود می فرستم، صمیمانه ترین شاد باشای نوروزی متقدم خودت و عزیزان تو خانواده معززت می کنم. دلم می خواد قدری راجع به این موضوع با هم حرف بزنیم تا بعد تیکه تیکه این داستان سوریه رو جلو ببریم و بعد هم ماجرای لندن که اتفاق مهمی است با شما بررسی خواهیم کرد. اجازه بدید که در این مقدمه راجع به این ماجرای کشته شدن این فرمانده سابق نیروهای حزب الله در سوریه ببینیم که چه مطلبی است و چه میدانید شما. بفرمایید، میشنم. با درود به شما و بینندگان و شنوندگانتون در سراسر دنیا، من هم عید نوروز رو به سهم خودم به همه ایرانی ها و فارسی زبانان دنیا تبریک میگم. اتفاقی هفته پیش، در واقع جمعه گذشته بود که من و شما با هم صحبت میکنیم در همین ساعت ها، چند ساعت قبل از اون نیروی هوایی اسرائیل حمله میکنه به نزدیکی شهر پالمیرا و در اونجا در واقع در یکی از پایگاه‌های هوایی که اسلحه هایی داشته به اسلحه های پیشرفته از ایران حمل شده به اونجا که از اونجا میخواسته بره به دست حزب الله در لبنان برسه، اسرائیل این محموله و این کاروان اسلحه رو مورد حمله قرار میده. و دلیل اینکه اسرائیل برای اولین دفعه در 6 سال گذشته که جنگ داخلی سوریه ادامه داشته مجبور شد که در واقع ادمیت بکنه، قبول بکنه که این هم حمله رو در داخل سوریه انجام داده بوده، به خاطر چند دلیل بوده که همش هم خیلی واضحه. دلیل اول این بود که به خاطر شلیک اون موشک بالستیکی که از طرف سیستم دفاعی نیروی هوایی روسیه سوریه انجام میگیره، این موشک چون به طرف هواپیماهای اسرائیلی شلیک میشه، اسرائیل مجبور میشه که سیستم دفاعی موشکی پیکان خودش خطس رو اکتیویت بکنه، به فعالیت بندازه و این موشک رو در شمال اورشلیم در واقع هدف میگیره و نابود میکنه و لاشه این موشک در واقع مرز اردن به زمین میاد. و بعد از اون تهدیداتی از طرف وزیر دفاع اسرائیل آقای لیبرمن انجام شد که اگر شما بخواید باز هم شلیک بکنید به هواپیماهای ما هم سیستم دفاعی شما رو و سیستم موشکیتون رو از بین خواهیم برد. ولی مسئله در اینجا در واقع انجام یعنی شروع نشده بود و مسئله در اینجا تمام نمیشه. دلیلش هم اینه که هدف اصلی اسرائیل ورود مجدد یا ورود دوباره ایران و حزب اللهی ها به بلندی های گولانه. زمانی که شما مصطفی بدرالدین رو اشاره کردین، مصطفی بدرالدین همونطوری گفتین رئیس ستاد ارتش، حالا رئیس نظامیان حزب الله بود که در می پارسال در نزدیکی های دمشق کشته شد و طبق معمول گفتن که هواپیماهای اسرائیلی شلیک کردن و این مصطفی بدرالدین رو کشتند. مصطفی بدرالدین در واقع عماد مغنیه، شوهر خواهر مصطفی بدرالدین بود و اگر خاطرتون باشه اسرائیلیا در سال 2009 عماد مغنیه رو در دمشق کشتند و پسر عماد مغنیه، جهاد مغنیه، با همون جنرال عالی رتبه ایرانی که ایشون هم در 2015 اومده بودن به نزدیکی های گولان که ببینن در واقع مورد رصد قرار بدن، نیروی نظامی اسرائیل تصمیم میگیره که این کاروان ماشین ها رو روی زمین بزنه نزدیک مرز و نمیدونستن که در واقع جهاد مغنیه و اون جنرال عالی رتبه ایرانی در اونجا بوده. در هر حال اسرائیل هیچ وقت قبول نکرد که این مسئله کشته شدن بزرگترین مقام نظامی حزب الله در سوریه و در زمانی که در واقع حزب الله داره با ایران همکاری میکنه در داخل سوریه و نیروهاش در اونجا هستن، نتونستن قبول بکنن که کشته شدن این مسئله، یعنی اسرائیل مسئله رو قبول نکرد که بدون دخالت ایران بوده. دلیلش همین بوده که مصطفی بدرالدین از حداقل نقطه نظر طرفداران حزب الله خب ایشون به عنوان یک شهید حساب میشه و
ولی کشته شدن ایشون و امروز ادامه دادن صحبت های بنجامین نتانیاهو و اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نسبت به این مسئله که چرا این مسئله رو بعد از یک سال دارن عنوان میکنن، خب میتونیم متوجه این مسئله بشیم که یک جنگ روانی رو اسرائیل بر علیه حزب الله و محور ایران، محور رهبری ایران در سوریه داره انجام میده، ولی در واقع شکاف عمیق‌تری رو داره نشون میده و اون شکاف عمیق در داخل حزب الله و اون شکاف عمیق در واقع در داخل سیستم رهبری حزب الله و محور ایرانه. به این دلیل که حداقل حزب الله بعد از 20 و چند سال حکومت در جنوب لبنان به این مسئله رسیده که ما هم اینجا یک نیروی نظامی هستیم، ما هم اینجا یک گروه سیاسی هستیم. این خیلی مهمه که امروز دولت لبنان حزب الله را قبول میکنه و حزب الله را قسمتی از خودش به عنوان یک حزب سیاسی قبول میکنه و این مسئله حداقل این تصور رو به مصطفی بدرالدین داده بود که میتونه برای خودش تصمیم گیری بکنه. دیدیم که حداقل سپاه پاسداران یا گروه قدس که در اونجا فعالیت میکنن با این مسئله مخالفت کردن و من فکر میکنم که مصطفی بدرالدین به دستور سپاه پاسداران، به دستور سپاه قدس، توسط خود عوامل مخالف بدرالدین که طرفدار در واقع 100% ایران بودن و میخواستن که بیشتر ایران در اونجا فعالیت داشته باشه کشته شد. آیا اهمیتی داره؟ یعنی حالا بگذاریم که عماد مغنیه شوهر خواهر ایشون بوده و در واقع نفوذ عجیبی در داخل حزب الله به خاطر اسمش داشته، آیا تغییری در سیستم فکری یا حزبی یا تعلیماتی حزب الله داده میشه؟ از نظر من فرق زیادی نخواهد کرد، مسئله ای رو زیاد تغییر نمیده. فقط بزرگترین نکته که اینجا پیش میاد اینه که اسرائیل چقدر با این مسئله، حالا با شروع جنگ روانی برای حزب الله و نشون دادن شکاف و سخنان رئیس موساد که حتی به این مسئله اشاره کرد، در واقع هدف اسرائیل در اینجا آقای بهوانی درگیر کردن، ضربه زدن به حزب الله، تضعیف بیشتر حزب الله در قبال جنگ احتمالی تابستان آینده، چند ماه دیگه یا در سال آینده خواهد بود. برای اینکه قدر مسلم با خاموش شدن جنگ داخلی سوریه، تهران دنبال یک مسئله دیگه خواهد گشت و مسئله بعدی درگیری نظامی حزب الله و اسرائیل خواهد بود. حالا به چه نفع و چطور این مسئله انجام خواهد شد؟ به چه نفع این حملات هوایی 6 سال اخیر اسرائیل که من فکر میکنم یک موقعیت تاکتیکی رو حداقل به یک مسئله استراتژیک تبدیل کرده، یعنی زمانی که سوریه عکس العمل نشون میده به دو دلیل بیشتر نیست، سوریه به خاطر پیروزی خودش یعنی پیروزی اسد در حلب و شهرهای دور و بر و در واقع پشتیبانی عجیب ایران و پشتیبانی حزب الله به این نتیجه رسیده که اجازه نده دیگه اسرائیل از هوای سوریه، از آسمان سوریه به عنوان مرکز تعلیماتی خودش استفاده بکنه و خلبانای خودش رو اونجا ران بکنه که بتونن این اهداف و هدفهای نظامی رو بزنن. بنابراین قدر مسلم به این نتیجه گیری میتونیم برسیم که اسرائیل ترجیح میده که با حزب الله و سپاه پاسداران و سپاه قدس در داخل سوریه بجنگه تا در مرزهای سوریه و اسرائیل. بنابراین یکی از مسائلیه که رهبران اسرائیل به شدت راجبش دارن فکر میکنن و باید اینم اشاره بکنیم در پایان که برای رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل جنگ روانی بر علیه حزب الله بزرگترین قسمت کارشونه و اینکه 100% کشته شدن بدرالدین طرفدارانی هم ایشون در همون داخل حزب الله داشتن و اون شکاف بیشتر خواهد بود، ولی در واقع دولت اسرائیل باید این تصمیم رو بگیره که آیا حاضر هست با حملات بیشتر در داخل سوریه به عکس العمل شدیدتر بشار اسد برسه یا اینکه مسکو هشدار شدیدتری به اسرائیل بده. این مسئله یه که رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل الان باش درگیر هستن، ولی چیزی رو که حداقل
پیش آمد اینه که اسرائیل کوتاه نیامد و بعد از جمعه گذشته در شنبه و یک شنبه مجددا به سوریه حمله کرد و در اونجا یکی از رهبران شیعه طرفدار اسد که در واقع در مرز قرار داشتن کشته شد. البته جالب اینجاست که با پیروزی اسد در داخل سوریه، نیروهایی که در مرز اسرائیل و سوریه بودن، اون نیروهای مخالف اسد کنار رفتن و در واقع وقتی که اونها کنار میرن، نیروهای طرفدار شیعه یعنی نیروهای شبه نظامی شیعه وارد این مرزها میشن و دلیل اصلی این مسئله همینه که اسرائیل میخواد از نفوذ بیشتر اینها جلوگیری بکنه. بفرمایید. ممنونم از شما. خب در همین راستاست که حمله میکنن و سوریا هم ادعا کردن و ظاهرا مثل این که ادعاشون هم درست بود، یکی از هواپیماهای بمب افکنای بدون سرنشین اسرائیل رو زدن و اونا هم در حقیقت با اون دفاع موشکیشون حمله کردن. این ماجرا چی بوده و روزنامه های اسرائیلی راجع به این موضوع چه مطلبی رو بیان کردن؟ میشنوید. در واقع هفته پیش اتفاقی که میفته اینه که حالا یا با تغییر دستگاه نظامی سوریه یا با تغییر مقامات ارشد نظامی سوریه، اونها تصمیم میگیرن که سیستم هوایی، سیستم دفاعی هوایی خودشون رو که از نوع اون سیستم دفاعی S-200، اون چیزی که به ایران تحویل دادن S-300 که یک نوع برتر از اونه، و اون چیزی که در سوریه خود روس‌ها برای خودشون گذاشتن S-400، ولی سیستم قدیمی‌تر اون S-200 در اختیار نیروی هوایی سوریه بوده و این سیستم وقتی که اکتیویت میشه، فعال میشه، در واقع از فضای هوایی سوریه محافظت میکنه. هواپیماهای جنگی اسرائیل هیچ کدوم مورد حمله قرار گرفتن ولی سقوط نکردن، ولی یکی از هواپیماهای بدون سرنشین درونز در اسرائیل، البته ادعای اسرائیل بود که ما تماس با این هواپیما رو از دست دادیم و این سقوط کرده، ولی به نظر میرسه که نیروی هوایی سوریه تونسته یکی از این هواپیماهای بدون سرنشین رو که در واقع در بالای مرز گولان در داخل سوریه فعالیت میکرده و دنبال یکی از این رهبران حزب اللهی میگشته، بعد از اینکه حمله رو میکنه و با موشک اون هدف رو میزنه، مورد حمله نیروهای هوایی سوریه قرار میگیره و نابود میشه، که البته از نظر مسئله نظامی یا جنگ هوایی این هواپیماهای درونز ارزشی رو ندارن، برای اینکه اینها هواپیماهای سنگین وزن بدون خلبان نیستن. این هواپیماهایی که میتونن مورد حمله قرار بگیرن، مثل اینی که در هوای سوریه شکار شد، کمتر از 10 کیلوگرم وزن داشته و در واقع از ارتفاع کمتری داشته پرواز میکرده، بنابراین از نقطه نظر نیروی هوایی اسرائیل هم اهمیت آنچنانی نداشته، ولی خب خبرساز بوده در مطبوعات عربی، خبرساز بوده در مطبوعات طرفدار اسد در تهران، در حداقل خیابانهایی که کشورهای عربی که هنوز مسئله اسد رو حل نشده ندیدن. در واقع دستگاه نیروی دفاعی اسرائیل اگر که هواپیمایی رو از دست میده یا خلبانی رو از دست میده، حتما اعلام میکنن و در مطبوعات اسرائیل به طور خیلی کوتاه به این مسئله اشاره کرده بودن، چون اهمیت سیاسی، اهمیت نظامی یا حداقل پیروزی نظامی نبوده که بخوان بپوشونن، یعنی پوشش مطبوعاتی داشته باشه، ولی خب این اتفاق افتاده و امروز من فکر میکنم که نیروی هوایی اسرائیل از امروز و بعد به یک نحو دیگه‌ای به سوریه حمله خواهد کرد، چون من اصلا فکر نمی‌کنم برای یک لحظه هم که اسرائیل از این مسئله کنار بیاد. یعنی من فکر می‌کنم که اینها یک مکانیزمی در داخل سوریه ایجاد کردن، منظورم نیروی هوایی اسرائیل، که درگیری با نیروی هوایی روسیه پیدا نکنن. از نظر من نیروی هوایی اسرائیل ترسی از نیروی هوایی سوریه نداره، چون هواپیماهای در واقع قدیمی میگ هست که استفاده میکنه، ولی خب نیروی هوایی سوریه
اون قدرت روس ها رو نداره و در واقع اسرائیل با ایجاد اون مکانیزم تونسته که برخوردی با نیروی هوایی روسیه نداشته باشه. و در واقع اینجاست که اون سفرهای متعدد آقای نتانیاهو به مسکو این تصور رو ایجاد کرده که دولت آقای پوتین این اجازه رو به اسرائیل و نیروی هوایی اسرائیل داده که هر موقع میخوان به سوریه حمله بکنن. حداقل این تصور یا این تصویر داده شده. اگر این مسئله در پشت پرده بین بنجامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین به این حداقل عصر رسیدن که شما هر کاری میخواین بکنین دستتون باز هست، که به نظر میرسه زمانی که نیروی هوایی روسیه عکس العملی در مقابل این حملات نشون نمیده و زمانی که اسرائیل میتونه تا داخل سوریه نفوذ بکنه و شهر پالمیرا که اگر به نقشه نگاه بکنه در شرق سوریه قرار داره مورد حمله قرار میدن، نشون میده که یک در واقع اندرستندینگ اونجا بین پوتین و آقای نتانیاهو هست. بفرمایید. داستان آقای پوتین و نتانیاهو، ولی به حال اختلاف شدید وجود داره. امروز هم روسا اعلام کردن که همکاری نظامی خودشون رو با ایران قطع نخواهند کرد. حالا باید این رو منتظر شد و دید، در حالی که روسا دارن نمیدونم موشک S-400 به ترکیه تحویل میدن و این رفتاری هم که آقای اردوغان کرده و به اروپایی ها اولتیماتوم داده است که دیگر هیچ اروپایی در امنیت نخواهد بود و ما به حال این حرفی که زده بازتاب زیاد داشته، تا اونجایی که حتی سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا رو صدا کردن و ازش توضیح خواستن. من حالا که صحبت به اینجا رسید و بحث امنیت شد، دلم میخواد که سری به این ماجرای دیروز در انگلستان بزنیم و ببینیم که این رو چگونه ارزیابی میکنید شما و این داستان رو چگونه میشه دید. گفتن یه آدمی است که تازه مسلمان شده و تحت تاثیر داعش هم اعلام کرده که این جزء عملیات ماست. گفتم اینم که این چه مطبوعات راجع به این موضوع چگونه نگاه کردن و شما چه اطلاعات دقیقتری از این موضوع دارید؟ میشنویم. بفهم. من قبل از اینکه راجع به این حمله تروریستی لندن صحبت بکنم، شما مسئله ترکیه و مسئله ترکیه با اتحادیه اروپا رو اشاره بشترین، فراموش نکنید آقای بهبهانی که اروپا همیشه با ترکیه مسئله داشته. اروپا همیشه با یک کشور مسلمان سنی که در واقع در مرزهای اروپا جا داره اشغال داشته. اگه برگردیم به تاریخ امپراتوری عثمانی و پایان امپراتوری عثمانی نگاه بکنیم و چطور این کشور ترکیه رو اینا محدود کردن و به دست اینها سپردن، در واقع در اون زمان هم اروپا با ترکیه اشغال داشت. و اگر از مسافرت های وزیر امور خارجه وقت ترکیه که در واقع در زیر کمالات ترک نگاه بکنیم که اونها چه درگیری هایی با اروپا داشتن و همین صحبت هایی که امروز دارید شما میبینید، همین صحبت ها تهدید هایی که آقای اردوان نسبت به اروپا میکنه، برابر این مسئله جدیدی نیست، منتها به طریق دیگه ای داره عنوان میشه و عنوان کردنش تا حداقل ترس در اروپا ایجاد کرده. برای اینکه حداقل اروپایی ها شاید جرأت گفتن این مسئله رو نداشته باشن، ولی اتفاقاتی که در اروپا داره میفته، مثل همین حمله تروریستی لندن که درست در سال روز حمله به فرودگاه بروکسل، پارسال در چنین روزی بود که حمله به فرودگاه بروکسل شد و دیدن که اون دو نفر چطور اون چمدون ها رو آوردن و بمب گذاشتن و آدم ها رو به گلوله بستن و فرودگاه بروکسل چند روز بسته بود. بنابراین زمانی که یک نفر میاد و در اون سال روز حمله به فرودگاه بروکسل میاد تصمیم میگیره، این آقای خالد مسعود که زاده انگلستان بوده و در واقع پاکستانی الاصل بوده، حالا در یک
منابع حداقل مطبوعات انگلستان گفته شده که ایشون در یکی از این مساجدی که خیلی دست راستی بودن، جهادی ببخشید جهادی بودن، شرکت میکرده و در واقع از اونجا سرچشمه میگرفته. ولی همین یک نفر وقتی که از ایدئولوژی و اهداف داعش در واقع ایدش سرچشمه میگیره، که وقتی رؤسای داعش میگن که اگر اسلحه ندارید با چاقو حمله بکنید، اگر با چاقو ندارید با ماشین حمله بکنید، میبینیم که حمله تروریستی لندن به همون نحو اجرا شد. ایشون میاد با چاقو چند نفر رو مجروح میکنه، پلیسی رو میکشه، 4 نفر کشته شدن، 50 نفر مجروح شدن. نخست وزیر انگلستان در سخنرانی که کرد ایشون رو یک شخص پیرامونی لقب داد. منظورشون این بود که این شخص اهمیتی از نقطه نظر در واقع سازمان داعش نداشته، یا شاید هم نخست وزیر انگلستان خواسته در واقع این مسئله حمله تروریستی رو کمرنگ بکنه، ولی این شخص اگر موفق میشد، که حتی تا حدودی هم موفق شد، وارد پارلمان انگلیس شد و در واقع در همونجا به شما پلیس کشته میشه. ولی اینجا یه مطلبی رو باید ما عنوان بکنیم، گفته بشه که من فکر میکنم اهمیت نداره که اگر اشخاصی چه در داخل انگلستان زاده شده باشن، چه نسل اول مهاجرین باشن، چه نسل دوم یا نسل سوم، زمانی که جای برای پیشرفت، برای به ثمر رسیدن زندگی اونها دیده نمیشه، بنابراین این اشخاص وارد مسائل غیرقانونی میشن. همین شخص هم آقای خالد مسعود 52 ساله که در واقع در انگلستان زایده شده بوده ولی خب از نسل پاکستانی داشته، وقتی که این شخص میاد و چندین دفعه مورد در واقع اینترویو از طرف MI5 MI6 قرار گرفته بوده و ایشون رو تهدیدی نمیبینن، برای همین هم است که نخواست وزیر انگلیس میگه که ایشون شخص پیرامونی بوده، فقط احساسات داشته بیان بکنه. اینها چیز تازه‌ای در جامعه انگلستان، در کشور بریتانیا نیست. من فکر میکنم که تعداد زیادی از نسل اول مهاجرین پاکستانی یا از کشورهای دیگه در کشور انگلستان زندگی میکنن که حداقل این احساس رو دارن و احساسشون عوض نشده، حتی اینا حاضر نیستن لباسهای مرسومی خودشون رو عوض بکنن، یعنی نمیخوان در واقع در این ملتینگ پات اروپا در این در واقع عوض بشن. بنابراین شاید هم سیستم براشون جایی نمیذاره که عوض بشن. من فکر میکنم که این حملات به طور کلی هر سالی هر چند وقتی در یکی از این شهرها و در کشورهای اروپایی انجام خواهد شد. من فقط دنبال این هستم ببینم که جای بعدی کجا خواهد بود. پارسال ما در فرانسه دیدیم، از مارسی شروع کردیم، از بروکسل شروع کردیم، دیدیم از جایی که در واقع تحت نظارت دقیق پلیس نبوده، ولی در شهری مثل لندن که شهردار مسلمانی داره، در شهری مثل لندن که هنوز پلیس این شهر اصلاً حمله میکنه، ولی خب پریروز در ظرف چند دقیقه خودشون رو به اون پل مشهور وستمینستر میرسونن و در واقع از ویدیوهایی که در مطبوعات انگلستان پخش شده بود به طور خیلی سریع متوجه این مسئله میشن که این شخص کجاست، از کجا اومده و جلو اینها رو میگیرن. ولی درد جامعه، آقای بهبانی، در پایان باید بگم که دردهای جامعه ای مثل انگلستان و کشورهای اروپایی دیگه هست که نتونسته این مهاجرین رو در داخل خودش قبول بکنه. من مطمئنم آمریکا هم این مسئله و این اشکال رو داره، من مطمئن هستم، ولی حداقل با تاریخچه زندگی که در کشور انگلستان و در اروپا داشتم متوجه این مسئله شدم که خارجی ها آنچنان که باید در داخل جامعه اروپا جذب نشدن و جذب نشدن اینها فقط احتیاج به یک جرقه داره و اون جرقه رو داعش ایجاد کرده برشون و اون جرقه رو حالا قبلا القاعده بود، امروز داعش، فردا هم آقای بهبانی گروه دیگه است. همونطور که من همیشه گفتم ایدئولوژی فکری این گروه هیچ وقت از بین نخواهد رفت، از بین نخواهد رفت، ولی همیشه تبدیل به یک نوع دیگه میشه. بفهمید. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من دلم میخواست که این رو با شما مطرح بکنم. الان
در خبر آمده است که آقای ترامپ این خط لوله‌ای که در دوره اوباما راجبش حرف زدن و آقای اوباما اون رو وتو کرد، دوباره در حقیقت امروز آقای ترامپ به این خط لوله کیستون مجوز داد و گفتش این فرصت شغلیه. من متوجه یه ماجرا شدم و اونه که آقای ترامپ در این 60 چند روزی که در مسند قدرت قرار گرفته، به باور من این فکر میکرد که مثل یک رئیس شرکتی وقتی بیاد دیگه قدر قدرته و هر حکمی که بده این باید حتما اون حکم اجرا بشه، در حالی که در ساختار سیاسی علی خصوص در کشورهای متمدن و مترقی مثل آمریکا خب اینگونه نیست. دستگاه ها به صورت موازی و کنترل کننده همدیگه عمل میکنن و ما در آمریکا علی خصوص در این دوره خیلی مسائلی که حتی بهش آشنا نبودیم امروز از پرده بیرون افتاده و برای ما هم فرصت خوبی است که اینا رو دونه دونه دنبال کنیم و دقیق بشیم بهش. و به هر حال آقای ترامپ دو بار تلاش کرد برای این ماجرای منع ویزا، هر دو بار با شکست مواجه شد. دیروز هم درباره این بیمه درمانی که به هر حال یه موضوع مهمی است برای آمریکا و من در مقدمه‌ام توضیح دادم که شما هم راجبش قبلا حرف زدی که این یه طرحی بودش که حتی دوره کندی هم خواستن بهش برسن، نشد و دفعه این سالها تلاش شد نشد تا اوباما بالاخره توانست این کار رو انجام بده و این آقا اومد گفت نه این اصلا قلابیه. و دیروز که رأی گیری بود در مجلس متوقف شد و قرار است که امروز مجددا این رأی گیری صورت بپذیره که احتمالش هم ضعیفه که این موافقت با این کار بشه. و از وقتی که این داستان ارتباطشون با روس‌ها برقرار شده است و معلوم شده است، آقای ترامپ ظاهرا برای فرار از این ماجرا هر روز یه داستان تازه‌ای رو علم میکنه و من رو به یاد رفتار ایدی امین میندازه و خیلی شباهت داره کارهای این با کارهای ایدی امین. میخواستم ببینم که این ماجرا چیست، یعنی اینکه ارتباطش با روسیه، این داستان شنود هم که بالاخره معلوم شد که چنین چیزی واقعا نبوده و تمام دستگاه‌های امنیتی آمریکا هم از اف بی آی و سازمان اطلاعات امنیت آمریکا هم تایید کردن که نه همچین اتفاقی نیفتاده و این داستان رو هم گفته که اگر که اولتیماتوم داده است به مجلس که اگر نکنید تصویب نکنید اون وقت من یه کار دیگه میکنم. میخوام ببینم این چیه، این ماجرا رو چجوری تعریف میکنی، این رفتار رو چگونه شما میبینید؟ بفرمایید میشنم. آبیوان این مسئله لولهای نفتی در واقع مسئله خیلی جالبه، من خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم. اونم اینه که خب این یک کانادا که در شمال آمریکا قرار داره، غیر از اینکه یکی از کشورهای تولید کننده بزرگ نفت هست، در یک قسمتی از کانادا که در واقع در شرق آمریکا میشه که با مرز دارن، اینها یه مقدار زیادی نفتی رو دارن که در واقع ما بگیم تار سندز، یعنی اینکه نفت در واقع در با این سنگ و مواد دیگه قاطی هست و این میتونه تصفیه بشه، همونطوری که نفت رو تصفیه میکنن و ازش مواد دیگه رو به دست میارن و خیلی هم خب ارزونتر از نفت معمولیه. ولی خب از نقطه نظر محیط زیست ها یا زیست محیطی اشکالاتی رو داره و در زمانی که اینا خواستن، دلیلی که آقای اوباما، پرزیدنت اوباما این جلوی این مسئله رو گرفتن، زمانی که خواستن این لوله ها رو از کانادا با آمریکا بکشن دو تا اشکال داشتن. اشکال شماره یک مسئله در اون قسمت مرزی یک مقداری زمین هایی بود که دولت فدرال آمریکا به سرخپوستان آمریکا به عنوان رزرویشن کمپ اینا داده بود و اینها برای اینکه در از داخل این زمین ها رد بشن باید با خود سرخپوستان آمریکایی اجازه می گرفتن و اینها این زمین ها رو زمین های پدران و زمین های به اصطلاح سیکرت می تونستن.
و اشکال دوم این مسئله این بود که مقداری از این لوله وقتی که از اون زمین های متعلق به سرخ پوستا میگذشت بعضی از زیر دریا رد بشه و کارشناسان محیط زیست میگفتن که هر زمانی که لوله نفتی در زیر آب بره به خاطر اینکه خب میدونیم در آب موادی هست که کرود میکنه زنگ میزنه لوله ها رو، امکان اینکه اینها لیک بکنه بریزه بیرون و در واقع دوباره محیط زیست رو خراب بکنه از گرفته گیاهان دریایی تا ماهی یا هر نوع از موجوداتی که در دریا زندگی میکنن، بنابراین آقای اوباما نخواست وارد این مسئله بشه و این مسئله رو گذاشت کنار. اما برای آقای پرزیدنت ترامپ مسئله نه تنها سیاسی بود بلکه مسئله مادی هم بود. منظورم اینه که تولید کار میکرد و اون سیاستی رو که آقای پرزیدنت ترامپ دنبال کرده بودن که هر راهی رو که ما بتونیم برای آمریکایی‌ها کار ایجاد بکنیم و اینها رو سر کار نگه داریم باید این کار رو بکنیم. بنابراین این مسئله متاسفانه تجدید شد و امروز یعنی در واقع در چند هفته پیش حتی مجبور شدن که از پلیس و گروه های نظامی استفاده بکنن که بتونن متعرضین و تظاهر کنندگان رو کنار بزنن و متاسفانه این خط تا چند وقت دیگه شروع به کار میکنه. حالا چه مسائلی رو پیش خواهد آورد مطمئنا خواهیم شنید. اما در رابطه با این صحبت آقای پرزیدنت ترامپ و مسئله بیمه های عمومی، به درستی شما اشاره کردید این مسئله از زمان آقای پرزیدنت کندی بود، ولی خب به خاطر اساسنه شدن ایشون خیلی از برنامه های آقای پرزیدنت کندی نیمه تمام ماند. یکی از اون برنامه ها همین مسئله داشتن بیمه سراسری برای همه شهروندان آمریکایی بوده و متاسفانه بازم تکرار میکنم کشوری که صاحب این همه ثروت هست، کشوری که در واقع 5% از جمعیت دنیا رو داره ولی 30% از منابع تولیدی دنیا رو استفاده میکنه و در واقع این کشور میتونه مرزهای خودش رو ببنده و 95% از احتیاجات داخلی آمریکا رو در داخل میتونن تولید بکنن، چه از نقطه نظر صنعتی چه از نقطه نظر مصارف غذایی و مزرعه داری و به هر مواد زیر زمینی که احتیاج داشته باشن 95%ش در آمریکا هست. بنابراین کشور کشور ثروتمندیه. چرا ما نزدیک به 50 ساله میبینیم که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نتونسته برای ملت آمریکا این بیمه های سراسری رو ایجاد بکنه؟ و در واقع اگر پرزیدنت روزولت نبود و اون مسئله یه چیزی که امروز به عنوان سوشال سکیوریتی ما بهش در آمریکا صحبت میکنیم، بیمه های بازنشستگی و بیمه های غیره بود، اگر این شخص در زمان جنگ این مسئله رو اعلام نکرده بود و در واقع در دوره اول انتخابات خودش این مسئله بزرگ سوشال سکیوریتی رو ایجاد نکرده بود، حتی در آمریکا ممکن بود که امروز حقوق بازنشستگی هم نباشه. بنابراین دلایل این کار که چرا پیش نمیره در آمریکا، حداقل من فکر میکنم که نقش شرکت های بیمه، نقش شرکت های دارویی، نقش سازمان هایی که دکترهای آمریکایی رو زیر کنترل خودشون دارن، شما زمانی که به دکتر مراجعه میکنین اتوماتیکوار شما اگه سرما خورده باشین یک قرص، اگه فشار خون داشته باشین بر طبق اون یک نوع قرصی رو میدن و این نشون دهنده کنترل عجیب شرکت های دارویی و شرکت های بیمه ای روی اتباعی آمریکایی هست. و حداقل اجازه بدید که من این کلمه رو استفاده بکنم که این هم در نوع خودش یک نوع مافیاست، این هم در نوع خودش یک مافیای حالا دارویی پزشکی یا مالی هست. بنابراین کسی که میاد رئیس جمهوری میاد که میخواد این مسئله رو برای ملت آزاد بکنه با چند تا مسئله درگیری داره. اول نقش بزرگ شرکت های بیمه، برای اینکه دولت آمریکا کاری که کرده یعنی در واقع ایالات بعد از 65 سالگی اون مسئله مدیکر و مدیکر میاد جلو که خب اونا رو دیگه شرکت بیمه باهاش کاری ندارن چون که میگن خب آدم های مسن‌تر بیشتر مریض میشن. بنابراین مشکلاتی در این مسئله هست. آقای اوباما درسته که اون مسئله اوباما کر یا افوردبل کر اکت رو پیاده کردن، ولی در واقع با مخالفت جمهوری خواها بود و در واقع
من فکر میکنم غلط یا درست، امروز بیشتر از 40 میلیون آمریکایی که اون موقع صاحب بیمه نبودن، بیمه های حداقل ارزونی رو در دست دارن. ولی برنامه آقای پرزیدنت ترامپ کاملا متفاوته با این مسئله، به این معنی که ایشون دارن میگن که ما انتخاب میدیم به شما چه نوع بیمه رو میخواد انتخاب بکنید. اگر خانمی باردار نیست احتیاج نداره بره که بیمه بارداری بخره، و اگر کسی که مریض نیست یا سالمتره احتیاج نیست که بیمه سنگینتری بخره، ولی خب اتفاق میفته. بنابراین ایشون داره به طور کلی سیستم رو عوض میکنه، ولی من فکر میکنم که در صحبت‌های تبلیغاتی که آقای پرزیدنت ترامپ قبل از انتخاب شدن می‌کردن، همیشه می‌گفتن که ما این بیمه اوباما کر رو از بین می‌بریم و جاش یه بیمه دیگه می‌ذاریم. اینطور نخواهد بود آقای بهبهانی. این مسئله فقط تغییراتی دارن درش میدن، و این تغییرات هم حتی نمیتونن از مجلس نمایندگان آمریکا بگذرونن. دلیلش هم اینه که رئیس جمهور در آمریکا نمایندگان مجلس رو انتخاب نمی‌کنه. نمایندگان مجلس از طرف شهروندان آمریکایی در اون شهر و در اون منطقه انتخاب میشن. بنابراین نماینده مجلس در اون منطقه در اون شهر باید در واقع مواظب باشه که بتونه دوباره رأی خودش رو به دست بیاره که انتخاب بشه. همونطوری که می‌دونید مجلس هر 2 سال انتخابات هست. سناتور هر 4 سال انتخاب میشن. بنابراین برای سناتورها خب یه مقداری شانس بیشتری هست که اشتباهات خودش رو بپوشونن، ولی برای نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا این شانس وجود نداره. کاری که آقای پرزیدنت ترامپ دارن میکنن کار بسیار خطرناکیه. حالا اگر دیشب نتونستن رأی بگیرن، برای اینکه آقای پول رویان و سخنگوی مجلس بهشون تلفن میزنه در آخرین لحظات، میگه که اگر ما این را به مجلس ببریم با این تعداد شکست خواهیم خورد، با وجود اینکه تعداد نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا نزدیک به 70 نفر بیشتر از دموکرات هستن. این نشون میده که حتی اکثریت جمهوری خواه نمایندگان جمهوری خواه مجلس حاضر نیستن رأی بدن به این مسئله. آقای ترامپ هم التیماتوم دادن که یا امروز رأی میگیریم، یا اگر رأی نگیریم دیگه من این مسئله بیمه های عمومی رو من میذارم کنار و میرم راجع به مسائل دیگه مثل تکس کات و و و و صحبت میکنم. در هر حال به طور کلی و به طور حداقل سنتی رأی این چنین لایه‌های در آمریکا همیشه دیر وقت در مجلس انجام میگیره، اونم به خاطر اینه که باید اینقدر جنگ‌های صحبتی بین این نمایندگان بشه که بدونن آیا این رأی دارن، و نمایندگان خودشون نمایندگان داخلی با این نماینده‌ها صحبت بکنن که بدونن رأی دارن یا نه. به نظر نمیاد که آقای اوباما بخشید آقای پرزیدنت ترامپ بتونن رأی نمایندگان مجلس رو بگیرن، و برای اینکه این مسئله قانون بشه در آمریکا، اول مجلس نمایندگان باید رأی بده و بعد وارد سنا بشه. به نظر نمیاد در این شکل و فرم، ولی تغییراتی در آخر وقت امروز دارن میدن در این مسئله که شاید اون نمایندگان دست راستی حزب جمهوری خواه که ما بهشون میگیم تی پارتی، که اونها در واقع اون گروه یا اون قسمتی از حزب جمهوری خواه داره مخالفت میکنه، بتونن تغییراتی در این طرح این بیمه ها بدن که مورد قبول اونها هم بشه. اگر هم بتونه از مجلس نمایندگان این مسئله در واقع پس بکنه، رد بشه، با یک اکثریت بسیار 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 کمی خواهد بود. ولی تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، حداقل صحبت از اینه که به نظر نمیاد که بتونه پس بکنه. ولی زمانی که راجع به این مسئله شخصیت آقای ترامپ، رفتار آقای ترامپ صحبت میکنیم، من فکر نمیکنم تغییری از حداقل پارسال تا این لحظه که داشتیم به انتخابات آمریکا نگاه میکردیم، تغییری در حرکت و رفتار و پرسنالیتی شخصیت ایشون انجام شده. آقای دونالد ترامپ یک شخصیه که همیشه با حداقل من بهش میگم دروغ و تزویر، حرفهای خودش رو به کرسی نشونده، با ترسوندن آدمها، با ایجاد رعب در فکر دل مخالفین خودش، با گفتن حرفایی که اساس نداره،
یعنی من راجع به اون مسئله alternative fact صحبت نمی کنم که تعداد آدمایی که بهشون رأی دادن به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل، من دارم راجع به اتفاقاتی که داره میفته. زمانی که ایشون میگه من میگم کاخ سفید آقای اوباما از من استراق سهم کرده، تمام دستگاه‌های اطلاعاتی میگن نه، خب ایشون الان نمیتونه از این صحبتش کنار بره. و در واقع اگر اون آقای دوین نیونز که رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا بود زنگ میزنه با آقای ترامپ، و قبل از اینه که بیاد با نمایندگان در واقع حزب دموکرات صحبت بکنه در کمیته خودش و بگه که چنین چیزی نیست، اول به آقای پرزیدنت ترامپ زنگ میزنن. این نشون میده که حتی نمایندگانم از این مسائل و صحبت‌های بدون منطق و صحبت‌های بدون اصل آقای ترامپ می‌ترسن و برای آینده سیاسی خودشون نگران هستن. چرا آقای بهبهانی؟ برای اینکه اینها فکر می‌کنن که بعد از ترامپ هم اینا زندگی سیاسی خواهند داشت. ولی متاسفانه حداقل من اینو میتونم بگم که در 3.5 سال دیگری که به عمر پرزیدنسی آقای ترامپ مونده، همین مسائل رو در هر قسمت دیگه از جبهه سیاسی که خواهیم دید تکرار خواهد شد. همین مسائل، همین صحبت ها، همین عطر و بو، حالا چه غلط چه درست، شما خواهید دید. بنابراین زیاد از این مسئله سورپرایز نباشین که آقای ترامپ یک شبه بخوابه و فردا صبح تصمیم بگیره که یک شخص جدید دیگه ای باشه. بفرمایید. درسته، ولی میتونه این داستان رو تا کی میتونه این آدمه این به این شیوه ادامه بده؟ یعنی اینکه با هر موضوعی که مطرح میکنه و باهاش مخالفت میشه، این یه جنجال دیگه ای رو به پا میکنه و در طول این 63 روز فقط داستان در این زمین حرکت کرده. حتی در مورد این خط لوله نفت نمیدونم شیست که هست، همین این رو آقای تیلرسون که وزیر خارجه است نتونسته درش دخالت بکنه به خاطر اینکه کانفلیکت آف اینترست یا همون برخورد چی میگن منافع، چون که اون مدیر شرکت اکسان بوده و حالا این یه موضوع نفتیه. خب این خیلی دست و پاگیره. این عاقبت این داستان رو چجور میشه دید؟ چه شکلی میشه؟ بالاخره این هی تر میاره، ترهای بی خودی میاره، ترهاش با مخالفت روبرو میشه. الان همین ماجرای کسانی که در کمپین این بودن و ارتباط داشتن با روسیه یکی پس از دیگری داره رو میشه. این عاقبتش رو چی میبینی؟ میشنوم. البته زمانی که شما از کسی مثل آقای تیلرسون که وزیر امور خارجه آمریکا هستند صحبت میکنید، آقای تیلرسون از نظر من وزیر امور خارجه فعال و وزیر امور خارجه نخواهد بود که مهر سیاسی خودش رو یا مثل خانم کلینتون یا مثل وزرای خارجه پیشین آمریکا که اگر بخوایم در واقع بهترینشون رو در تاریخ معاصر اسم بیاریم، میتونیم از هنری کیسینجر صحبت بکنیم، دکتر کیسینجر، ولی آقای تیلرسون اون شخص نیست. و در واقع آقای پرزیدنت ترامپ میدونسته که کسهایی رو که میاره در کابینه خودش باید کمرنگتر از خودش باشن که حداقل ایشون همیشه بتونه اون ستاره سیاسی کابینه یا ستاره سیاسی و مطرح سیاست آمریکا باشه. دلیل اینکه آقای پرزیدنت ترامپ همیشه هر صحبتی رو با یک حداقل مسئله دیگه عنوان میکنن، به خاطر اینه که ایشون نمیخواد که طرفدارانش، حداقل داره سعی میکنه که طرفدارانش از صحبتهای متفاوت یا صحبتهای درستی که داره مطرح میشه اونها رو قبول نکنن و جلوگیری بکنه از قبول کردن طرفدارانش نسبت به صحبتهایی که در واقع حقیقت داره. و ایشون حقیقت خودش رو، یعنی اون alternative fact رو داره به مردم میده. در زمانی که ایشون میاد در طول دوران انتخاباتی خودش با کانال تلویزیون CNN فقط صحبت میکنه و هیچ وقت با کانال فاکس به خاطر اون خانم میگان کلی صحبت نمیکرد، اینترویو نداد، و الان که رئیس جمهور شده به خاطر اینکه احتیاج به کمپ سیاسی خودش داره دیگه با CNN صحبت نمیکنه و میگه که شما اینطور هستید. این نشون دهنده اینه که ایشون فقط و فقط امروز داره فکر اون 4 سال دیگر رو میکنه.
آیا نشون دادن هر مشکلی که پیش میاد با مطرح کردن بدون اینکه جواب بدن ایشون یه مشکل دیگر رو مطرح میکنن، آیا این رویه که میشون میتونه جلو بره؟ آیا این رویه که یک رئیس جمهور پرقدرت ترین مرد دنیا، پرقدرت ترین شخص دنیا که رئیس جمهور مهمترین کشور دنیا، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنیا است، آیا این طریقه ریاست جمهوری از نظر من خیر؟ نه تنها از نظر من آقای بهبهانی، از نظر هیچ انسانی که حداقل یک مقدار دیسنسی در داخل خودش داشته باشه میبینه که این رفتار، رفتار یک آدم نرمال نیست، این رفتار، رفتار یک آدم در واقع واقع‌بینی نیست. شما وقتی به مسائل روسیه و مسائل تضاد منافع صحبت میکنید و خود آقای ترامپ در نزدیکی کاخ سفید هتلی را ساختند که صاحب زمین و ساختمان این هتل در واقع اداره پست آمریکاست و امروز اعلام کردن که نخیر، این آقای رئیس جمهور هیچ تضاد منافعی نداره، کانفلیکت اف اینترست نداره. چطور ممکنه که کسی که صاحب این هتل هست و حالا سهم خودش رو به پسرش منتقل کرده هیچ نوع تضاد منافع نشه؟ بنابراین مسئله اینه که کی بخواد با رئیس جمهور آمریکا که در واقع رئیس کشوره بخواد در بیفته. بنابراین کسی با ایشون در نخواهد افتاد و گروهی که به نفعشون باشه از نقطه نظر مادی و معنوی با ایشون کنار خواهند اومد. اما مسئله روسیه، مسئله اشخاصی مثل رئیس کمپ سابقیشون آقای پول منفورد که در واقع اون چیزی که در داخل اون برج آقای ترامپ بوده و در واقع به خاطر اون مسئله که اف بی آی اعلام کردن که بله ما در داخل این برج شما دنبال یه اطلاعاتی میگشتیم که به شما ربطی نداشته، اون اطلاعات ربط داشته به اون آقای منفورد و ایشون کسی بوده که در واقع این مسائل بیرون خواهد اومد. آقای بهبهانی، یعنی که آخر سال شما اطمینان داشته باشید که این مسائل دموکرات ها در کمیته های داخلی سنا و مجلس نمایندگان این مسائل رو عنوان خواهند کرد و در واقع تعدادی از جمهوری خواهان طرفدار این مسئله هستند، من جمله آقای سناتور مکین و سناتورهای دیگه. بنابراین این مسئله در یک زمانی گریبانگیر آقای پرزیدنت ترامپ خواهد شد. من شما رو برمیگردونم به سال 1992، زمانی که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا شدن، از اون اول گفتن که ایشون با خانم‌های رابطه داشتن، این و در آخر سر هم دیدیم که با چه مسائل اون خانم مونیکا لوینسکی و مسائل کاخ سفید و رابطه ایشون پیش اومد و افتضای سیاسی رو پیش اومد. من تشابه بین اینها میبینم و نمیتونم قبول بکنم که در واقع دستگاه حزب دموکرات تونست تحمل بکنه اون مسائلی که برای آقای بیل کلینتون پیش اومد و اینها اجازه نخواهند داد که حتی زمانی که میدونستند خانم کلینتون میتونست رئیس جمهور آمریکا بشه و بیشتر از 3 میلیون رای بیشتر از آقای ترامپ آورده و نتونسته زخمی که در فکر و روح طرفداران حزب دموکرات به خصوص لیبرال ها و چپی ها هست، بنابراین اونا ساکت نخواهند نشست و منتظر اتفاقات سیاسی و خبرهای داغ سیاسی در چند ماه آینده وقتی که آقای ترامپ تونست کاراشو انجام بده خواهیم بود. بفرمایید. متشکرم. عرضم به حضور شما که اتفاقا این داستان حتی تا به اروپا هم رسیده، یعنی الان همین خانم لوپن که در فرانسه کاندید هست میگه که اصلا این تحریمای روسیه بی خودیه و رفته به مسکو و دیدار آقای پوتین و میگه نه باید روابط صمیمانه‌ای با روسیه برقرار بکنیم. یعنی این موزارت‌ها یه جنبشی در حقیقت راه انداختن که ما در هلند البته شکست کرد و منتظریم ببینیم که در فرانسه انتخابات به کجا میرسه. حالا که صحبت از انتخابات شد، پرسش آخرم رو میذارم در انتخابات در اسرائیل و وضعیت آقای نتانیاهو. این شرایط آقای نتانیاهو رو در انتخابات پیش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من یادمه که در اون دوره هم شما اشاره کردید که این وضع مناسبی نداره، ولی ظاهرا مثل این که تا اینجا موفق بوده است. میخوام ببینم که انتخابات در اسرائیل رو چگونه میبینید. بفهمید میشنم. آقای نتانیاهو قبل از سفر هفته پیش خودشون به چین
یک حالا بمب سیاسی را در اسرائیل منفجر کرد که بله اگر از جبهه من طرفداری نشه انتخابات زودرس انجام بدیم. من فکر میکنم که احتیاج داره بگیم که در واقع چرا این مسئله پیش اومد. دلیلش هم اینه که یکی از متحدین آقای نتانیاهو، آقای کهلون که رئیس دارایی اسرائیل هست، کشور اسرائیل هست، ایشون میخواد که سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل رو ببنده و یک سازمان رادیو تلویزیونی جدیدی رو بیاره، که البته خب اگر این مسئله انجام بشه ایشون میخواد تمام کارمندان این سازمان ها رو که در واقع اینا کارمندان قدیمی و اتحادیه‌ای اسرائیل هستند و همیشه براشون کار خواهد بود و نمیتونید اینها رو بیرون بکنید به خاطر قوانین اتحادیه کاری در اسرائیل، آقای کهلون میخواد این کار انجام بشه برای اینکه مقادیر زیادی بودجه رو سیف خواهد کرد. که البته خب اگر این مسئله انجام بشه که تا آخر آپریل اگر این مسئله انجام نشه، یعنی این سازمان رادیو تلویزیون بسته نشه، که یکی از در واقع گروه هایی که کار خودشون از دست خواهند داد همین صدای فارسی رادیو اسرائیل به مدیریت آقای منوشهر خواهد بود که بسته خواهد شد. آقای نتانیاهو زمانی که اسرائیلی‌ها تظاهرات کردن جلوی دفتر نخست وزیری قبل از خروجشون به رفتنشون به چین، اعلام کردن که بله من با این مسئله مخالفم و آقای کهلان رئیس دارایی باید موقعیت خودش رو عوض بکنه و نمیتونه این سازمان رو ببنده. من فکر میکنم که این هم باز یکی از جنگ های سیاسی آقای بنجامین نتانیاهوه که در واقع در این 10 سالی که رئیس دولت اسرائیل بودن تونستن مسائلی رو برای خودشون یاد بگیرن. من اشاره نمی کنم به موقعیت ایشون و کارهایی که در سوریه داره میکنه و اون محور ایران رو مخالفت داره باش میکنه و اون محور عربستان سعودی رو که طرفدار گروه های سنی هستن طرف خودش آورده و در واقع در اون حال اسرائیل فقط یک محور ثانویه، ولی اگر از این محور آقای نتانیاهو داره استفاده میکنه که بخواد به خاطر انتخابات جنگی رو راه بندازه یا به خاطر جنگ انتخابات رو راه بندازه فرقی نمیکنه، هر دو اینا با هم دیگه بستگی دارن. از نظر من هر دو کار اشتباس. اسرائیل امروز احتیاج به انتخابات نداره برای اینکه مسائل احزاب مخالف آقای نتانیاهو، منظورم حزب کارگر و حزبهای وابسته به حزب کارگر، جوریه که نمیتونن اون 60 کرسی رو به دست بیارن. بنابراین انتخابات اگر هم انجام بگیره، انتخابات زود رست که الان تقریبا ما 2 سال از انتخابات اسرائیل، یعنی این دوره دولت آقای نتانیاهو حدود 2 ساله که داره فعالیت میکنه، ولی کم و بیش خطره این که آقای نتانیاهو انتخاب نشه داره بیشتر میشه. منظورم از آقای کهلان نیست، ولی همین رئیس دارایی ایشون میدونه که اگر بخواد دولت نتانیاهو رو سقوط بده این 10 کرسی که امروز در پارلمان داره از دست خواهد داد و این 10 کرسیش به 2 کرسی تبدیل خواهد شد. برای اینکه مسائل انتخاباتی و سیاسی اسرائیل خیلی سریع انجام میگیره و اشخاص جدید میان وارد صحنه سیاسی میشن. دیدیم اهود باراک با نخست وزیر سابق به طور کلی از صحنه سیاست بیرون رفته. آقای هرتزوگ رئیس حزب کارگر اسرائیل مطرح نیست دیگه. در واقع ایشون کسی بود که بایست بود میومد با آقای نتانیاهو ائتلاف میکرد و پست وزارت امور خارجه رو میگرفت، که در واقع هنوز هم اسرائیل وزیر امور خارجه نداره و آقای نتانیاهو خودش هم نخست وزیر هم وزیر امور خارجه. بنابراین من فکر میکنم که در آخر، یعنی در 2 هفته آینده یا 3 هفته آینده، به یک نحوی رئیس دارایی اسرائیل به این نتیجه خواهد رسید که این مسئله برای اسرائیل، یعنی این سازمان رادیو تلویزیون اگه بسته بشه 1200 نفر بیکار میشن و در واقع جنگ اگر فقط سر همینه و دولت سقوط بخواد بکنه به نظر نمیاد که به نفع آقای نتانیاهو باشه. به خصوص آقای بهبهانی به این نکته اشاره بکنیم که سفیر جدید آمریکا در اسرائیل هم آقای فریدمن از تصویب به سنا رسیدن و در هفته آینده وارد اسرائیل میشن. بنابراین
زمان خوبی برای آقای نتانیاهو که بتونه حداقل کسایی مثل کاهالون یا اونها که متحد اصلیش نیستن رو کنار ببره. من فکر میکنم که آوردن آقای لیبرمن این در واقع توانایی سیاسی نتانیاهو رو اعلام کرد، برای اینکه دیده بود که این رئیس دارایی لغزشی در این کوالیشن در این ائتلاف ایشون بندازه. حداقل تا امروز من نمیتونم این مسئله رو ببینم، برای اینکه آقای نتانیاهو گیرودار سفرش در چین بود و در واقع در هفته آینده این مسئله رنگ اصلی خودش رو خواهد گرفت. میتونیم بیشتر تشخیص بدیم که آیا بوی انتخاباتی، عطر بوی انتخاباتی در اسرائیل پیش خواهد اومد. من فکر میکنم حداقل به خاطر بحرانی که با سوریه دارن، به خاطر بحرانی که آقای نتانیاهو میتونه ببینه با ایران درگیر خواهد شد در سوریه، من فکر میکنم که مسئله انتخابات در حال حاضر آنچنان داغ نخواهد بود، مگر اینکه اتفاق جدیدی در مرزهای اسرائیل بیفته و در واقع حزب الله و سپاه بتونن این تشخیص رو بدن که اگر ما بتونیم برنامه ایجاد بکنیم که یک جنگی بشه، یا اون جنگ انتخابات بیاره یا انتخابات به خود جنگ بیاره، امکانش هست که انتخابات زودرس در اسرائیل انجام بگیره. بفرمایید. بله، یقیناً این حماقت ها از نظام اهریمنی حاکم بر ایران برمیاد و این کارها رو انجام خواهند داد، ولی من واقعا افسوس میخورم برای اون عزیزانی که فکر میکنن آقای ترامپ آمده است تا جهان رو نجات بده یا ایران رو از این مخمصه بیرون بیاره. ایران تنها یک راه داره و اونم اینه که مردم خودشون برگردن به هویت خودشون و خودشون رو پیدا بکنن و در مقابل این دروغ بزرگ تاریخ بایستن. به حال آقای آلبرت، از اینکه یک بار دیگر این فرجه رو در اختیار ما گذاشتی که از دانش و تجربت استفاده کنیم، نهایت سپاس رو دارم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت در هر کجای جهان که هستن آرزوی بهترین دارم و بسیار خرسندم که این فرجه رو در اختیار ما قرار دادی. روز شماری میکنیم تا هفته آینده و جمعه دیگر که با شما این گفتگوها رو ادامه بدیم. ممنون و سپاسگزار شما هستم. با تشکر و بدرود. به حال شنیدیم صحبت های آقای آلبرت رو. امیدوارم که این صحبت ها هم کمکی کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده، اصالت کن که این لینکش رو برای دوستانتون بفرستید. ما این لینک ها رو تو شبکه های مختلف، هم از کانال تلگرام و یوتیوب و فیسبوک و تویوتر و گوگل پلاس قرار می دهیم. شما میتونی همین کار رو تکرار کنی. آسان تا راه اینه که به یکی از این شبکه ها بیاید، به فیسبوک ما بیاید، لایکی بزنید، عضو صفحه ما بشوید. لینک ها برای شما اونجا قرار میگیره یا در یوتیوب هم همین حکم میکنه. می توانید اینا رو برای دوستانتون بفرستید. ما در کانال تلگرام سعی میکنیم لینک ها رو به صورت فشرده تر، مخصوصا فایل های رو صوتی رو، به طریقی که بشه در ایران به بهترین وجه دانلود کنن اونجا قرار میدیم. شما مر کن اینا رو اونجا بردار و برای دوستانت بفرست. باز هم پیشنهاد میکنم برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط به مردم ریپورت سر بزنید. برای این کار میتونی رو آخرین اخبار کلیک بکنی یا اون بالا بغل علامت فیسبوک و یوتیوب لوگوی خود مردم ریپورت هست. از هر در که بروی به مردم ریپورت میرسی. از کاوه نازنینم سپاسگزارم که شبانه روز زحمت میکشه، خبرها، ویدیوها و لینک های مرتبط رو در یک صفحه جمع میکنه بدون تعصب و تعلق و تنگ نظری، و بعضا لینک های برنامه ما رو هم در سایت خوب و پرمخاطب خودش قرار میدهد. بزرگترین دغدغه ما وضعیت مالی ماست. اگر میتوانستیم یک بودجه رو داشتیم و میتونستیم روش حساب بکنیم، مطمئن باشید که این توانی رو داریم که با کمک شما برنامه های بهتری رو ارائه بدیم. آسان است، ولی چه کنم که اون همت رو نمیبینم. بازم ازت ممنون و سپاسگزارم. درنگی میکنیم و در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم.